سلام، حالتون چطوره؟ این چیزی که دست من میبینی یه کوزه گلیه. شاید براتون سوال باشه که این چرا دست منه، درم داره. حالا هر کوزه‌ای باشه، کوزه مناسب گلی، چرا این دست منه؟ بچه ها الان که دهم، دوازدهم، سیزدهم، نمیدونم چندم تیر ماهیم، تو این هول و هوش میگذره، هوا بالای 40 درجه شده، ما مجبوریم که کندوها رو خنک نگه داریم. البته این کار من اولین بار دارم انجام میدم، تا حالا توی پیج ما کاری نشده که اولین بار باشه انجام بدیم و به بچه ها نشون بدیم، ولی این اولین باره. خواستم با شما در اشتراک بذارم، شما هم انجام بدیم ببینیم چطوره. زیاد ضرر نداره بچه ها، که مخصوصا منطقه خشک هستن. میخوایم دمای کندو رو بیاریم پایین. هزاران هزار راه میگن، ولی به نظر من منطقی ترین راه برای کندوهای کفواسی، این جعبه‌ای که ادعای کندو هستن داریم، کندوهای کفواس که اصلا احتیاج به این کارا نداره، کندوهای کف بسته هستش، یکی از راهش این کوزه است. کوزه و آب سرد چجوری بتونیم ازش استفاده کنیم؟ کوزه میتونه آب خنک نگه داره و اینو میتونیم بذاریم توی کندو و دمای کندو رو بیاره پایین. تست میگیریم با هم دیگه، ببینیم چطوره چطور نیست، تا استفادهش کنیم ببینیم چطوره. حالا من آب سرد دارم. بچه‌ها یه عده میان میگن آقا ما که دسترسی نداریم، ما که نداریم، آب سرد از کجا بیاریم؟ من برای اونایی میگم که آب سرد در دستشون، اینو پر آب سرد میکنم میذارم روی قابا، چون هوای خنک میره پایین، برای همین روی کندو یه دونه طبقم میذارم روش برای محض احتیاط، یک طبقم میذارم روش و اینو میذارم داخل کندو. ببینیم چه اتفاقی میافته، چقدر میتونه راندمان کاری ببره بالا. بچه‌ها نگاه کنید، این کوزه میتونه دما رو تا 7-8 درجه تا 10 درجه بیاره پایین توی کندو. به نظر من کار درستیه. اینو میذاریم داخل کندو، هم میتونه رطوبت داخل کندو رو تنظیم کنه، چون هوا خیلی خشکه، خیلی رطوبت پایینه، چون احتیاج به رطوبت دارن پایین، یه ذره این ورسه، چون احتیاج به رطوبت هم دارن، پس میتونه این رطوبت داخل کندوتون هم بیاره بالاتر، که بتونه هم تخمریزی هم شفیرها به راحتی باز بشن، هم میتونه تخمریزی عالی داشته باشه، هم میتونه زنبورا از این آب استفاده کنه اگه درش نیمه باز بذاریم. اگه درش نیمه باز نذاریم قطعا اینجا یه عرقای خواهد کرد و میتونن زنبورا از اون استفاده کنن. بچا از شیشه‌های پلاستیکی استفاده نکنید، چون اونا عرق میکنن، ولی این کمترین عرقو میکنه توی کندو. الان گذاشتم سر دماش حدود 7-8 درجه سانتیگراد، چون آب سرد ریختم توش. شما میتونید آب سرد بریزیم بذارین داخل کندو، ان شاءالله که استفاده بشه. به نظرم نتیجهش خوبه. من درشو میبندم، چون زنبورا دیگه ریسه نمیکنن بیان پایین. الان میخوایم غروب باد ببینیم دیگه، چون که دما بازور بالاتر میره ریسه میکنه، زنبور میاد پایین، اون کندوهای دیگه ریسه، اگه این کندو ریسه نکرد معلومه که دما مناسب زنبور میتونه کار کنه، چون شهداوری هم داره میاد، خیلی خوبه شهداوری، من ازش راضیم. این کارم شما انجام بدین، به نظرم یه کار مناسب. شما که نمیخوای کفواز کنی، از کفواز کردن کندو بدت میاد، خوشت نمیاد، حال نمیکنی با کف باز کردن، میترسی زمستون فلان اینا، حداقل میتونی با این حرکت با کندوهای کف بسته، این کوزه 10-15 هزار تومان، زیاد هم قیمت نداره، با کف بسته میتونی راندمان کارتو خیلی بالا ببری. ایشالا که احتیاجتون بشه، احتیاجتون نشه، احتیاجی که استفاده کنین، لذتشو ببرین. نظرشو حتما تو کامنت ها برام بنویسین، چون خیلی مهمه چجوری دمای کندو رو بیاریم پایین. این یکی از راه حلاشه، خیلی دوستتون دارم. بچه ها ادامه گذاشتن اون کوزه داخل کندو، میدونین این کندوی ما، اگه بچه ها تمام ویدئوهای ما رو در دنبال کنن میدونن که این کندوی ما قوی ترین کندوه این مجموعه هستش. اگه پایین رو نگاه کنید بر اثر گرما، این کندویی که ضعیف تره نگاه کنید چقدر جلوش جمع شده، یا این کندویی که قوی نگاه کنید چقدر کم جلوش جمع شده، به خاطر اون کوزه است. یه 3-4 روز من امتحان کردم که بهتون نشون بدم. الان میخوام درش هم باز کنم، شما ببینین که چقدر زنبور داره راحت کار میکنه. اگه امروز حالشون خوب باشه آروم باز. بچه نگاه کنین این کوزه، این زنبور روی قاپا به راحتی داره کار میکنه و به در و این چیزا هم نچسبیدن هیچی. این هم کوزه به در و اینا هم هیچی نچسبیدن و زنبور داره به راحتی کار میکنه با این جمعیت وحشتناکی که داره. این هم از کوزه که گذاشتیم. واسم شما این تجربه رو داشته باشین، اگه منطقه شما خیلی گرم و خشکه حتما از این کوزه استفاده کنین، قیمتی هم نره، 10-12 تومانه میتونین استفاده کنین، لذتش ببرین. خیلی مخلصیم.